بهرام ویدیو رو که شروع کردی به من نگاه نمی کنی کجا نگاه کنم به اون بره نگاه میکنی اینجوری؟ آره تو خوب. کامنت ها گفتم به هانیه خیلی با دقت نگاه میکنی خب من این بره نگاه میکنم از این ببین خب از این بس صدا هم که خواستی بزنی چی میگی؟ میگم خانم بهرام یا <تصفح> خانم آقای بهرام <تصفح> خانم آقای بهرام من خودم از فامیل دارم خب حالا پس هیچی نگو اصلا اصلا ب... اصل من محل نده میگم جناب یارو <تصفح> بریم ویدیو شروع کنیم سلام من هانیم و به اتاق 13 خوش اومدید سلام منم بهرامم و به اتاق 13 خوش اومدید بریم داستان حل شده امروز رو شروع کنیم فقط قبل از اینکه ویدیو رو شروع کنم بهتون میگم که ما یه هفته حل شده داریم یه هفته حل نشده داریم سعی میکنم این روتین رو نگه دارم بریم داستان رو با هم شروع کنیم تو مرگا اریکا هرچی که دلش میخواست توی زندگیش داشت پدر و مادرش آلیس و جرالد یک شرکت حمل و نقل داشتن که کامیون های زیادی توی این شرکتشون فعال بودن و کار میکردن و خود جرالد پدر اریکا هم به عنوان راننده کار میکرد همیشه مسافت های طولانی میرفت با کامیون ها و بار میبرد آلیس مادر اریکا زن خیلی مذهبی بود کاتولیک بود و بیشتر وقتش رو توی کلیسا میگذرون به دعا و نیایش و توبه ولی جرالد علاقه نداشت که به کلیسا بره ولی وقتی میدید که آلیس اینقدر بهش اصرار میکنه برای کلیسا رفتن و اینقدر پیگیره اون هم شروع کرد رفت کلیسا و یه شوهرش یه آدم با خدایی کرده بوده دیگه آره دیگه و شده بودن یه چهره ثابت توی کلیسا دیگه همه میشناختن و میگفتن آدم خوبی هن. جرالد پدر بیولوژیکی اریکا نبود ولی از زمانی که اریکا رو به فرزندی قبول کرده بود اریکا فرزند آلیس بود فقط از شوهر سابقش ولی با اریکا خیلی خوب رفتار میکرد انگار فرزند خودش بود انگار بچه, بچه خودش بچه خونیش بودن؟ بچه خونیش بود هیچ کم و کسری اریکا توی زندگیش نداشت حتی وقتی کسب و کارشون خیلی خوب شد اریکا رو فرستادن مدرسه خصوصی یعنی در این حد دیگه وازمانیشون توپ بوده و رابطه خوب بینشون بودن اریکا همیشه احساس میکرد که پدر و مادرش حامیشن حمایتش میکنن و همسایه ها میگن از خونه اینها همیشه صدای خنده میتونستی بشنوی یعنی هیچ وقت اینها با هم دیگه جنگ و جدل نداشتن. تا اینکه زمان گذشت و گذشت و گذشت جرالد شد هفتاد و یک ساله و آلیس شد هفتاد و چهار ساله چه سالی؟ سال 2013 که پلیس در زد در خونه آلیس و جرالد و به آلیس گفتن که خانم شما باید با ما بیایید اداره پلیس همسایه ها باورشون نمیشد که اون زن با خدای کلیسا بروی خیلی مذهبی آره یه جنایتکار باشه جولای سال 1974 بود که آلیس به عنوان پرستار در یک بخش بیمارستان روانی کار میکرد این بیمارستان مخصوص کهن سرباز های ارتش آمریکا بوده در کسی که مشکل تو جنگ بودن مشکل روحی اینا پیدا کرده بودن اونا رو درمان میکرده این جنگ هم مثل زمان جنگ ویتنام بوده این سرباز ها اونجا بستری بودن آلیس هم اونجا کار میکرد آلیس در حدود سی سالش بود اوایل سی سالگیش بود قبلا دو بار ازدواج کرده بود از ازدواج اولش چهار تا بچه داشت که چهار تا فرزندش با پدر همون بچه ها زندگی میکرد یعنی با آلیس زندگی, زندگی نمیکردن. نمیکردن آره شوهر دومش یه آقایی بود به اسم دونالد که این آقا ظاهرا یک سال پیش درگذشته بود فوت کرده بود ظاهرا بر سر الکل زیادی که مصرف کرده بوده گفتن اووردوز کرده سکته کرده فوت, فوت کرد, کرد کرده و یک بچه هم از این آقا داشت حالا این بچه کیه همون اریکای اول داستانمون که در موردش صحبت کردیم از ازدواج دوم آلیس بوده آلیس در این بیمارستان روانی کار میکرد که با ران آشنا شد ران در حدود 25 سالش بود قبلا سرباز بود در جنگ ویتنام ولی به خاطر مشکلات روانی که داشت خودش میگه با افتخار اخراجش کرده بودن و الان در این بیمارستان روانی بستری بود بیشتر اوقات کارهای عجیب و غریب انجام میداد تهدید به خودکشی میکرد و برای همین بستریش کرده بودن و آلی ازش نگهداری میکرد یعنی به حساب مریض و دکتر بودن میگه آره من تو دکتر بودم ولی حالا آلیس اونقدر پرستار خاصی نبوده آره دیگه همونجا فقط مثلا کارهای اونجا رو میکنه آره ران به آلیس ابراز علاقه کرد و گفت که من خیلی دوستت دارم آلیس هم انگار خوشش اومده بود با اینکه چند سال از ران بزرگتر بود و 6 7 سالی از ران خوشش اومده بود و این دو خیلی زمان کوتاهی بود که با هم آشنا شده بودن یه خاستگاری ران انجام داد و هنوز تو بیمارستان روانی بود در هفته سپتامبر با همدیگه ازدواج کردن بعد از ازدواج ران و آلیست رفتن تو حاشیه شهر زندگی کردن یه کانکس اجاره کردن ران، آلیست و اریکای 19 ماهه هر صدا با هم اونجا زندگی میکردن آلیس رفت توی یه بار مشغول به کار شد و ران هم به عنوان راننده تاکسی شروع به کار کردن کرد مدت کمی از ازدواجشون گذشته بود که آلیس احساس کرد که این این رابطه ای نیست که این میخواد یعنی واقعا فکر کنم نباید توقعش هم میداش از آدمی که مریض روانی بود. مریض خودش بوده دیگه. یعنی مریضی که اونجا میدیدتش میدید چه اخلاقی داره، چه رفتارای داره. در کنار همه اینها ران خیلی عصبانی بود همیشه، مدام مست بود، مدام اینها رو کتک میزد و آلیس خیلی حس بدی داشت. پنج ماه از ازدواجشون گذشته بود که رفت درخواست طلاق داد و گفت که من میخوام از ران جدا بشم. ولی ران نیومد که کاغذها رو امضا کنه سوابق بیمارستان نشون میداد که از 24 دسامبر که از بیمارستان مرخص شده دیگه هیچ کس ران رو ندیده کل قیبش زده کلان زده نه خانواده نه دوستانش و نه هیچ کس دیگه ران رو ندیده برای همین هم دادگاه رای داد رای به طلاق قیابی داد و آلیس از ران جدا شد تقریبا دو سال بعد آلیس با مرد دیگه آشنا شد به اسم جرالد که اول داستان در موردش حرف زدیم و خیلی زود هم عاشق و معشوق شدن جرالد توی یک معدن کار میکرد و بعد از مدت کوتاهی در سال 1976 با هم دیگه ازدواج کردن ولی جرالد گذشتش رو هم با خودش داشت و این آلیس رو خیلی ناراحت میکرد ظاهرا چند سال قبل جرالد زندگی میکرده بود آدم معمولی بود زندگی میکرد با یک خانمی به اسم ویرجینیا آشنا شد این خانم ویرجینیا یک مادر بود که دو تا بچه داشت دو تا بچه یه ده و دوازده ساله داشت و خودش تنهایی خرج زندگیش رو میداد یه احتیاج مالی هم داشت یه تفنگ از پدر بزرگش بهش به ارث رسیده بود میخواست این توفنگه رو بفروشه رفت از مردم پرسید که من این تفنگ کجا بفروشم همه بهش گفتم برو پیش جرال جرال, جرال م... میفروشه آره. میتونه قیمت گذاری کنه شاید ازت خودش بخره و ویرجینیا رفت پیش جرالد با جرالد صحبت کرد تفنگ اونقدر قیمت نمیخورد ولی جرالد و ویرجینیا عاشق هم دیگه شده بودن و با هم دیگه ازدواج کردن و ویرجینیا برای اینکه عشقشون رو کامل کنه به جرالد گفت که تو که انقدر خوبی تو که انقدر مایی پسر گلی بیا سر پرستی دوتا پسر منو قبول کن شعار من اون شعار سابق من که آدم بی مسئولیتی بوده سرپرستی ها رو قبول نکرده. من فکر کنم خودش هم دوست داشته که مثلا همچین چیزی رو همین آره، رو بکن. آره دوست داشته خودش مثلا میگفته که منو نمیترسونده اینکه بچه داشته داشته باشه. دوست داشته بچه داشته باشه ولی دیده دیگه بچه هم داره از خودش. آره بش فرق نمیکنه که آره مثلا بچه ها از یه نفر دیگه خیلی خوشحال شده و با کمال میل قبول کرده بود که ریچارد و ریگان 10 تا 12 ساله بشن بچه‌های خودش. و خب درخواست دادم قبول شد و ظاهرا توی آمریکا مثل ایران نیستش تو وقتی که قانونی یه هزانتی رو قبول کنی دیگه اون بچه بچه توه آره دیگه این بچه نیه میشه بچه خودت میشه بچه خودت و شش هفته بعد از این که حکم اومد که ریچارد و ریگان بچه های جرالدن ویرجینیا درخواست طلاق داد و جرالد نمیفهمید که چه اتفاقی افتاده چی کم کاس گذاشته آیا ویرجینیا فقط دنبال این بود که یه پدر بخره برای بچه ها این کلا برداری میکرده از یکی رو بخره که فقط نفقه بده چون, آره دیگه چون از هم که جدا شدن این الان فقط به نفقه میده آره دیگه خرج بچه ها رو میداده باید خرج بچه ها یعنی هیچ کار نمیتونست جرالد بکنه در اون زمان سال 1776 یه چیز حدود 150 دلار در ما باید خرجی میداد به بچه ها جرالد بعد از اینکه از ویرجینیا جدا شد یعنی ویرجینیا ازش جدا شد بلا فاصله با آلیس آشنا شد همونطوری که بهتون گفتم و سال 1976 اینا با هم ازدواج کردن و زندگی مشترکشون رو با هم دیگه شروع کردن یعنی جرالد، آلیس و اریکا ولی اوضاع راحت نبود. ویرجینیا خوشحال نبود از ازدواج جرالد علاوه بر اینکه خودش کلاه برداری کرده بود میتونیم بگیم اینجوری واقعا کلاهبرداری کرده دیگه آره دیگه الان باید هزینه بچه اون رو میداد الان باید خرج زندگی خودش رو ازدواج جدیدش هم فکر کنم میداده دیگه. آره دیگه باید میداده و این موضوع خیلی روی جرالد فشار میذاش از یه طرف فشار مالی ویرجینیا هم که رو میریخ اذیت میکرد پسرا رو پیش میکرد سعی میکرد بین آلیس و جرالد دعوا بندازه به وسیله پسراش خودش هم جدا شده بوده ولی بازم داشته هنوز یعنی اذیت میکرده اینگاه اصلا با. من درکش نمی کنم که چرا این رفتار رو داشته ولی خب این کارا رو میکرده و آلیس خیلی از این ویرجینیا متنفر بود و به جرالد میگفت که تو باید مقاومت کنی تو نباید انقدر باج بدی بهش ولی جرالد میگفت با من بیشتر کار میکنم ایراد نداره من پولش رو میدم حالا مهم نیست ولی آلیس همیشه مینالید از اینکه باید خرجی که خودشون انجام بده رو میدن به ویرجینیا آره خب زور داره خرجی زندگی خودش بکنه باید به خاطر کلا زنه بده به بچه های اونو خرج اونم بده. خب خود جرالد هم از رو خوبی قبول کرده بود نظامت به رو به هر جهت یک کم که پیشرفت جرالد هم نسبت به ویرجینیا دیگه حس بدی بهش گرفته بود چون از دو طرف تحت فشار بود جرالد به ویرجینیا و ریچارد ریگان گفت که میخواین آخر هفته رو با هم بگذرونیم و با هم بریم شکار بریم ماهی گیری کنیم این کاری بود که همیشه انجام میدادن تفریحشون می بود آره تفریح بود و خب ویرجینیا هم قبول کرد گفت که آره آخر هفته رو با بچه ها بگذرونیم خیلی خوبه و رویشون تاثیر داره و حدود ساعت یک و بعد از ظهر بود که ویرجینیا ماشین مادرش رو قرض گرفت و رفت که بره پیش جرالد چون جرالد زادن یه ملکی داشته بود که همیشه میرفتن اونجا و تیراندازی می‌کردن. اونجا جایی بوده که جای مناسبی بوده جای مناسب آره... جای مناسبی بوده برای تیراندازی. گذشت دیگه ویرجینیا رفت ساعت گذشت 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 تا دیگه داشت هوا تاریک میشد و مادر ویرجینیا دید که نیومد دخترش یکم نگران شد و گفت که بابا اینا باید می اومدن تا الان دیگه یعنی قطعا دیگه تا هم این وقت شب شکار نمیکنن همون موقع جرالد هم رسید و به مادر ویرجینیا گفت بابا ویرجینیا منو کاشته اینجا کجاست من از ساعت بعد از اون منتظرشم این کجاست و مادر ویرجینیا گفت که ساعت یکونی ماشین منو گرفته بابا به سرا رفتن و اومدن طرف تو بیا بریم دنبالشون سوار ماشین جرال شدن و با هم رفتن که اون منطقه رو چک کنن ببینن کجا ببینن ماشین رو پیدا میکنن یا نه هر چقدر گشتن ماشینی پیدا نکردن رفتن به پیش پلیس و گفتن که دختر ما با دو تا پسراش گم شده اداره پلیس گفت خانم دختر رو بزرگ ساله سی و دو سالشه ما نمیتونیم دنبالش بگردیم شاید میخواسته بره یه جایی آره دیگه نمیتونیم مثلا بریم ببینیم که مثلا حالا بگیم حالا کجا رفتیم مثلا بریم برش که بچه نیستش که بخوام برش کرده چون بزرگ ساله ما نمیتونیم دنبالش بگردیم ولی مادر ویرجینیا قبول نمیکرد میگفت که دختر من اگه قرار بود یه جای دیگه بره اگه برنامهش عوض شده بود به من میگفت پولی نداره که اون اصلا قرار باشه باشه بره یه جای دیگه و چیزی بناش وسایل چیزی انگار برنداشته چیز... بوده که بره دقیقا اصلا وسایل برداره لباس برداره و اگه میخواست بره به من میگفت ولی خب پلیس قبول نمیکرد میگفت که یه تایمی داره اون تایم باید بگذره تا ما بعد دنبالش بگردیم خلاصه یکی دو روز گذشت و دیگه به اصرار مادر ویرجینیا پلیس شروع کرد به گشتن دنبال ویرجینیا ولی خب منطقه ای که میگشتم اینکه منطقه ای بود که اصولا منطقه ای بود که برای پیکنیک بود آدم زیادی اونجا رفت آمد میکردن آره دیگه چون اونجوری که خواستن شکار و برن همونجا به خاطر همین یعنی منطقه سرسبز و شلوغی بوده اونجا و نمیتونستن اونقدر مدرک و شواهد پیدا کنن یا اینکه مثلا بگن اتفاقی افتاده برشون چیز خاصی هم نتونستن پیدا کنن کمتر از سه هفته بعد پلیس تونسته ماشین ویرجینیا رو پیدا کنه سعی کرده بودن ماشین رو از کوه پرت کنن پایین ولی ماشین افتاده بود روی یه تخت سنگی و دیگه امکان پذیر نبود که ظاهرا پرتش کنن پایین موفق نشده, موفق نشده, بودن. موفق نشده بودن و توی اگزوزش پارچه کرده بودن و پلیس میگفت که احتمالا میخواستن ماشین رو آتیش بزنن چون اومده بودن روی ماشین رو پر از برگ و شاخه درخت و اینا گذاشته بودن که انگار هم استطار باشه همین که ماشین رو نابود کنن ماشین رو نابود کنن ولی خب نمیفهمیدن چرا ماشین رو آتیش نزدن پشت, وان... پشت ماشین یه عالم خون پیدا کردن یعنی خونی که قشنگ مشخص بود متعلق به ستا آدمه که یعنی به قتل رسیدن که به قتل رسیدن اون زمان سال 1980 ظاهرا DNA ای نبوده و خب کاری که انجام میدادن نمونه خون رو خون رو بررسی میکردن مثلا میگفتن این آی, آی مثبت آی منفی آره اینجوری مثلا مال شخصی که مثلا این شخص باشه. باشه اومدن نمونه خون رو بررسی کردن و گفتن که بله نمونه خون هر دو تا آی مثبت و متعلق به ویرجینیاس ولی بازم مطمئن نبودن پلیس دیگه الان یه ذره براش مهرز شده بود که احتمالا یه قتلی اتفاق افتاده اولین کسی که باهاشون مصاحبه کردن آلیس و جرالد بودن به خاطر اینکه میگفتن که, می که اونا سود میبرن از مردن ویرجینیا نزدیکترین کسا هستن به اونا تقریبا نزدیکترین کسا هستن و اینکه نفقه دارن, همه میدونستن که جرالد و ویرجینیا سر این موضوع جنگ دارن و اینکه حتی به نظر من مادر ویرجینیام هم که خر نبوده میدونست دخترش چیکار کرده یعنی الان فقط تلکه کرده آره دیگه تلکه کرده کلا برداری کرده کلا برداری کرده برای همین مشکوک بودن به جرالد و آلیس مصاحبه با آلیس شروع شد کارگاه نشست رو و حقوقش رو براش خوند و گفت خانم آلیس شما وکیل میخوای آلیس گفت که نه من احتیاج به وکیل ندارم من کاری نکردم پس وکیلم نمیخوام ازش پرسید که در مورد اریکا ازش سوال پرسید در مورد شوهر سابقش سوال پرسید آلیس گفت چه چرت و پرت میگی برو سر موضوع اصلی در مورد ویرجینیا بپرس کارو بهش گفت که ویرجینیا از شما پول بیشتری میخواست آلیس گفت که نه گفت فکر میکنی چه اتفاقی برای ویرجینیا افتاده آلیس گفت نمیدونم لابد رفته آویزون یکی دیگه شده دقیقا کاری که همیشه میکرد کاری که میکرده لابد رفته آویزون یکی دیگه شده کارگا بهش گفت که چه تو پرد داری میگی؟ اینا این چیزی نیست که من میخوام بشنوم سال دیگه ازش پرسید آلیس سعی میکرد در مورد بیماریاش حرف بزنه در مورد شوهرش سابقش حرف بزنه در ساعتی که خودش هم چی بوده دیگه هم اول گفته که از من سوال به پلیس گفته سوال چرت و از خب من نپرس همین پلیس هم میگفت که تو تو اول ما داری اینو میگی بعد خودت میری سوالای انحرافی هی جواب انحرافی به ما میدی به آلیس گفتن که بیا تست دروق سنج بده آریس گفت که من لزومی نمیبینم این کار رو بکنم اول که این کار اجباری نیست دوم اینکه اگر آخرین راه حل بود من این کار رو میکردم من لزومی نمیبینم تست دروغ سنج بدم کارگاه که دید داره به در بسته میخوره گفت میدونی چیه من بهت میگم چه اتفاقی برای ویرجینیا و پسراش افتاد ویرجینیا از شما پول بیشتری میخواست شما ویرجینیا و پسرا رو کشتین ماشینشون رو بردین روی کوه گذاشتین جسداشون هم بردین یه جای خاک کردین ویرجین آلیس زد زیر گریه زد زیر گریه به حق حق افتاد حالش خیلی بد بود و پلیس بهش گفت که کارگاه بهش گفت که خب چرا گریه میکنی راستش رو بگو به ما حقیقت رو بگو و آلیس گفت من میدونم که شما چرا دارین این فکر رو میکنین ولی کارگاه گفت ولی چی گفت ولی من این کار رو نکردم و بعد از چهار ساعت بازجویی کارگاری که الان متوجه شد که نمیتونه از زیر زبون آلیس چیزی بکشه و آلیس رو مرخص کرد ولی توی گزارشی که داشت مینوش برای خودش یه نوت گذاشت و نوشت که با اینکه آلیس هیچ اعترافی نکرد ولی توی حرفاش داشت یه حقایقی رو پنهان میکرد و اینکه من فکر میکنم که در گم شدن ویرجینیا مغصده. چون یه احساسی نشون داده نسبت به اون قضیه و گریه کرده بوده آره میگفت شک برانگیزه میگفت که حتی یک جا احساس کردم که شکسته ولی بعد دوباره خودش رو جمع جور کرده و نخواسته در مورد این موضوع حرف بزنه سه چهار روز بعد مصاحبه با جرالد شروع شد جرالد اومد نشست و کاراگاه ازش پرسید که خب تو بلای سر ویرجینیا آوردی و جرالد گفت نه کارگاه میدونست که جرالد هم احتمالا مثل آلیس نمیخواد اعتراف کنه که کاری کرده یا نه گفت میدونی چیه کاراگاه گفت من فکر می کنم که تو چی رو کشتی تو ویرجینیا رو کشتی با پسراشو و بعدم بردی یه جای خاکشون کردی جرالد حالش بد شد شروع کرد پاهاش رو تکون دادن دستاش میلرزید با حالت تشنج افتاده بود انقدر حالش بد بود که کاراگاه چند دقیقه مصاحبه رو قطع کرد برای جرالد کافی ریخ و گفت که بیا بخور آروم باش بعد از اینکه جرالد کمی ای حالتش نرمال شد کاراگاه بهش گفت که چیکار کردی با ویرجینیا جرالد گفت من قبل هم بهتون گفتم من هم. کارگاه گفت بهم ثابت کن بیگناهی و جرالد گفت چجوری؟ کارگاه گفت دست دروغ بده و جرال سرش رو تکون داد گفت من هرگز تست دروغ نمیدم چون که لازم نیست اصلا چیز واجبی نیست دقیقا حرفا حرفایی حرفای که آلی سده آره و برای همین کارگاه احساس میگد که اینا حرفاشون رو همه هنگ کردن یه ذره که حالش بهتر شد به کارگاه گفت که اصلا برفرض من کشته باشم شما نمیتونین ثابت کنین شما نه مدرک دارین نه جنازه دارین نه آلت قتل دارین شما هیچی ندارین پس نمیتونین منو محاکمه م... کن. کنین ولی جرالد ظاهرا خبر نداشت که کاراگاه اگر میخواست میتونست به دادگاه بکشتش ولی کاراگاه پیش خودش فکر میکرد که اگه من اینو به دادگاه بکشم اگه یه وکیل خوب بگیره میتونه ازش در با توجه به اینکه ما هیچ مدرکی نداریم که ثابت کنیم که جرالد کشته یا نکشته کاراگاه یه کار دیگه کرد عکسای ماشین ویرجینیا رو که گرفته بود نشونه جرال داد و گفت که آره این ماشین جایی که پیدا شده در نظر بگیرین که توی روزنامه ها و توی اخبار در مورد اینکه کجا ماشین پیدا شده صحبت نشده هیچ اطلاعاتی ندادن چون پرونده هنوز حل نشده است اینو احتمالا گذاشته که مثلا جلوش که مثلا حالا این ازش بپرسه ای چیزی بگه و مثلا یه سوتی این بین بده احتمالا فکر میکنه داد جرالد اکثر نگاه کرد گفت که گفته بودین که میخواستن آتیشش بزنن کارگا گفت آره میخواستن آتیشش بزنن گفت که ولی فکر احمقانه ایه کارگا ازش پرسید که چرا جرالد و جرالد گفت که اگر ماشین آتیش زده میشد شهر پایینه مردم از بالا میتونستن ماشین آتیش زده شده رو ببینن کارگا گفت که ولی ما جای اعلام نکردیم که ماشین کجا پیدا شده جرالد سری خودش رو جمع جور کرد و گفت که بالاخره این شهری ای که من دارم زندگی میکنم حتی شما اگه نگین کجا پیدا شده از زاویه عکس ها من میتونم بفهمم کجاست چقدر باهوش بوده خیلی باهوش بوده خلاصه کاراگاه دید که جرالد نمیخواد حرف بزنه و جرالد مرخص کرد ولی باز هم برای خودش نوت نوشت توی گزارشش نوشت که من به جرالد و آلیس مشکوکم و حس میکنم که اونها توی قتل ویرجینیا و پسرها نقش داشتن علاوه بر اینکه پلیس به جرالد و آلیس شک داشتن ولی خب مزنونای دیگه هم در نظر گرفتن کسی که باشون در ارتباط در, در نظر گرفتن همه رو چک کردن از جمله پدر بیولوژیکی پسرها یعنی ریگان پدر ریگان و ریچارد پسرای ویرجینیا پدر اونا رو چک کردن و باش با صحبت کردن اون آقا گفت که من اصلا حتی پسرم رو ندیدم فقط صرفا الاز بیولوژیکی پسر آره دی خرجی که نمی دادم که نمی و مدرک هم داشت که نبوده اون روزی که اونا گم شده اصلا سر کار بوده پلیس دیگه اونم از لیست مزدون حذف کرد و هرچی میگشت کسی رو پیدا نمیکرد. حالا بر این که مثل جدیدا یه نامه به مادر ویرجینیا اومده بود یه نامه تایپ شده از طرف ویرجینیا که به مادرش گفته بود خیالش راحت باشه رفته یه ایالتی دیگه زندگی میکنه از اونجا میخواد بره پنسیلوانیا و میخواد کلا از ماجرا دور باشه یعنی یعنی ویرجینیا نامه نوشته بود به مادرش و گفته بود که آره من با میل خودم رفتم مادر ویرجینیا برای چند لحظه احساس خوشحالی کرد گفت حداقل بچم زنده است ولی یادش اومد از اون خونایی که پیدا شده بود از اینکه چرا ویرجینیا نامه تایپ شده فرستاده من همین فکر می‌کردم خب اگه مثلا یه کسی واقعا بره اصلا نامه تایپی چرا بفرست چرا به دست خودش ننویشه نامه رو چی بکنه ولی خب مادر ویرجینیا نتونست اینو باور کنه بیشتر داشت به این فکر میکرد که دخترش و نواهاش رو یکی به قتل رسونده و الان نامه نوشه که مادر ویرجینیا باور کنه که دخترش خودش رفته و دیگه دنبالش نگرده همین نامه هم باعث شد که مادر ویرجینیا بیشتر پیگیر بشه دقیقا اونتا... یه چیز خیلی احمقانه بوده این نامه که اومده. خیلی،, خیلی و هر چقدر که بیشتر میگشت کمتر پیدا میکرد الان هیچ مدرکی نبود اصلا برای چندین سال ریچارد و ریگان تصویراشون روی پاکت های شیر روی جعبه های شیر بود به امید اینکه که پیدا شد ولی هیچ اطلاعاتی نمی اومد از یه طرف دیگه اوضاع آلیس و, آلیس و جرالد هم خوب نبود نامه های تهدیدآمیز دریافت میکردن از آدم هایی که بهشون میگفتن که ما میدونیم تو قاتلی ما میدونیم تو ویرجینیا و پسرها رو کشتی ما یه روز یه بلای سر تو میاریم و جرارد آلیس از این موضوع خیلی میترسیدن مخصوصا به خاطر اریکا که هنوز کوچیک بود و میترسیدن یه اتفاق یه آره اتفاق از بیفته بارها جرالد رفت چی کرد شکایت کرد ولی خب پلیس میگفت علنا تو مشکوکی از یه طرف دیگه از سر کارش اخراج شد و بهش گفتن تو مزنون به قتلی همه اینها با هم دست به دست هم داد که جرالد و آلیس تصمیم بگیرن که از اون شهری که زندگی میکنن یه 1600 کیلومتر دورتر بشن برن یه شهر دیگه ای و پلیس براش عجیب بود که جرال چجوری در میدونه در حالی که پسر خوندهاش گم شدن پاشه بره یه شهر دیگه زندگی کنه از این طرف هم میدونستن که با این شرایطی که پیش اومده جرالد به هیچ عنوان نمیتونه دیگه توی این شهر زندگی کنه حالا اون یعنی اون چی که داشتن به شکی بهش داشتن که مثلا چجوری میتونه رفته باشه با اینکه بچه هاشی شدن از با اون قضیه که از بین میره. م... میره دیگه آره دیگه. از بین میره و همونجا که بهتون گفتم رفتن یه شهر دیگه زندگی کردن شرکت حمل و نقل خودشون رو راه انداختن و برای سالهای سال پرونده گم شدن ویرجینیا و ریچارد و ریکان حل نشده و سرد باقی موند دوازده سال از گم شدن ویرجینیا ریچارد و ریکان میگذره از سال 1980 تا سال 1992 در نوامبر 1992 یه مردی رفت اداره پلیس و گفت که من تاد سکات هستم فرزند اول آلیس از ازدواج اولش گفت که من یه روزی با مادرم مست کرده بودیم و داشتیم رانندگی می کردیم مادر من در حالت مستی که بود به من گفت که من ران رو کشتم ران شوهر دومم رو شوهر سومش میشه ران شوهر سومم رو کشتم ران آدم خیلی بدی بوده همیشه منو یعنی آلیس و اریکا رو میزده برای همین یک شب که خواب بوده من یک گلوله فرو کردم توی سرش و کشتمش و بعد هم اریکا رو بردم خونه پدر و مادر ران گذاشتم و برگشتم خونه تا جنازش رو جمع کنم جنازش رو کردم توی یک قوطی م... کاغذی بشکه کاغذی زارم بشکه کاغذی بوده تو اکسام همینطوره توی بشکه کاغذی کردمش و بردم انداختم توی یه چاهی ظاهرا یه حالت یه حالت چاه ماننده که میخوره به معدن و هی... جسد های رو مردم معمولا میریختن اونجا و این هم جسد ران رو بر می داره و میبره میندازه توی چاه تاد اسکات اینا رو به پلیس گفت ولی یه چیز دیگه هم به پلیس گفت گفت که من حس میکنم که مادرم در گم شدن ویرجینیا ریچارد و ریگان هم نقش داره پلیس یه چیز رو خوب میدونست اینکه هیچ کس دنبال ران نیومده بود به خاطر اینکه خانواده و دوستانش میدونستن ران آدم روانیه فکر میکردن که خودش رفته گم و گور شده یا رفته یه جای خودشو کشته برای همون چیز زحمت نکشیده بود برای گزارش مفقودی بده آره دیگه واقعا همچه آدمه کسی فکر نمیکنه که مثلا حالا اتفاقی مثلش افتاده باشه آره. گمگور شده گمگور شده برای همین پلیس یه فکری پیش خودشون کردن گفتن درسته که شکایتی نشده ولی ما اگر بتونیم پرونده ران رو حل کنیم و آلیس رو به این پرونده متصل کنیم احتمالا بتونیم بفهمیم برای ویرجینیا و ریچارد و ریگان چه اتفاقی افتاده رفتن و اون چاهی که تاد اسکات یعنی پسر آلیس آدرس داده بود رفتن اونجا 20 سال گذشته بود و شما فکر کنید 20 ساله که یه عالم زباله جنازه حیوان توی اون چاه ریخته بعد حالا بگردن بخوان چیزی پیدا کنن از حالا باید اونجا رو تخلیه کنن و باید میگشتن دنبال جنازه ران پلیس و کارگاه هیچی در مورد حرفایی که تاد اسکات زده بود به آلیس و جرالد نگفتن و اصلا سراغشون هم نرفتن ولی پیگیر ماجرا بودن میگشتن که بتونن این چاهی که در موردش حرف زدن کجاست میگشتن دور بر تقریبا 11 سال بعد یعنی در سال 2005 کاراگاه ها در خونه آلیس رو زدن و به آلیس گفتن که خانومش ما یه همکاری از شما میخواد شما لطفا یه شجره نامه از خودت بنویس در مورد ازدواجهایی که کردی بچه هایی که داری و آلیس هم کاملا همکاری کرد گفت که چشم من انجامش میدم و نوشت کارگاه روزی که اومدن نامه رو بگیرن به آلیس گفتن که خانم شما یه شوهر دیگه هم داری شما چهار تا شوهر کردی شما سه نوشتی این آقای ران کجاست ازدواج سومت یادش رفته بوده اینا شوهر کرد شهر سومت کجاست و آلیس گفت که اون ازدواج ازدواجی نبوده ما پنج ماه با هم ازدواج کرده بودیم بچه ای نداشتیم و الان مثلا با هم ارتباطی نداریم من چرا باید اسمش رو بنویسم و کاراگاه هم گفتم باشه ولی تو باید می نوشتی ولی بهش مشکوک بودن و چیزی هم بهش نگفتن آلیس و جرالد زندگی خوب خودشون رو داشتن ولی یک اتفاق بد هم افتاد این بود که آلیس به سرطان مبتلا شده بود ولی خب پول داشتن که هزینه کنن شیمی درمانی میکرد زندگیش رو میگذرون اریکا بزرگ شده بود ازدواج کرده بود تا اینکه در سال 2013 14 سال بعد پلیس تونست که از اون چاهی که میگفتن 22 متر عمیقتر بکنن و جنازه آدم پیدا کنن تا جنازه که نبود اسکلت آدم پیدا کنن اسکلت هایی که در آوردن از داخل اون چاه ای رو آزمایش دی ای روش انجام دادن و متوجه شدن که بله این اسکلت ها متعلق به رانه و همچنین همون جوری که تادسکات گفته بود آثار گلوله روی جمجمه وجود داشت دیگه پلیس گفت که الان وقتشه که بریم سراغ آلیس, آلیس دستگیرش دسکر کنیم, کنیم، پرونده رو حلش کنیم رفتن در خونه آلیس در زدن و آلیس الان خیلی پیر بود همونجوری که بهتون گفتم الان 74 سالش بود و تقریبا 39 سال از ازدواجش با ران میگذشت یعنی 39 سال پیش ران رو کشته بود بردنش اداره پلیس رو باهاش صحبت کردن یه عکس از جمجمه ران نشونش دادن و بهش گفتن که آلیس میدونی این کیه و, و آلیس گفت که نه کیه گفتن که این رانه آلیس گفت رانه پلیس گفت که بله رانه و سال بعدی این بود که آیا تو رانو کشتی؟ آلیس گفت که من کشتم و خب برایشون عجیب بود دادم که این همه سال داره انکار میکنه الان یه, دیگه قبول خب یه چیزی رو ببینه جلوش دیگه فکر کنم واقعا یعنی یه کم که بالا رفته بود یه چیزی واسه از نداشته دیگه سرطان هم داشته بود دیگه فکر می کنم عمرشو کرده بود خودش فکر میکرد گفت که من کشتم بهش گفتم خب چرا کشتی گفت که ران خیلی آدم مریضی بود و همیشه مس بود یک روز که از سر کار برگشت خونه اریکا خواب بود معمولا وقتی اریکا گریه میکرد ران خیلی عصبانی میشد برای همین حمله میکرد و اریکا رو کتک میزد اون روزی که من ران رو کشتم از سر کار برگشته بود اریکا دوباره گریه کرد ران اومد حمله کنه به طرف اریکا من جلوش رو گرفتم با هم درگیری پیدا کردیم من هلات خوردم به کموند از توی کومود یه تفنگی داشتیم من این تفنگ رو در آوردم و به سمت ران گرفتم و شلیک کردم بعد هم اریکا رو بردم گذاشتم خونه پدرم مادر ران و بعد برگشتم تمیز کردم اونجا رو جنازه رو... دو روز هم طول کشیده بوده انگار فکر میکنم آره دیگه بخوای یه جنازه رو چی کنی آره طول بکشه خلاصه اینو برد انداخته بود اونجا و دیگه کسی هم شک نمی کرد چون اونجا لاشه حیوان هم بود آره دیگه گم میشد با اینا دیگه آتش و لاشه حیوان اینا بود. اصلا بوشن یه کسی از کی که اونجا یه جسد آدم افتاده آره فکر که سوال بعدی که کاروگاه ازش پرسیدن این بود که شما از ویرجینیا ریچارد و ریگان خبر داری و آلیس گفت که نه من خبر ندارم و خب گفت همین بوده من دیگه از چیزی اطلاع ندارم و دیگه خب دستگیرش کردن چی کجا بود جرارد کجا بود جرارد الان من بهتون گفتم با اینکه که 71 سالش بود ولی همچنان رانندگی میکرد و پشت ماشین بود از سر کار که برگشت دید که آلیس رو دستگیر کردن یه سری توفنگ داشت، کلکسیون توفنگ داشت، نوش رو صدا زد، یعنی پسر اریکا رو صدا زد، پسر اریکا اون زمان 20 سالش بود. و به پسر اریکا گفت این اتفاقیه که افتاده و این کلکسیون من برای تو. همون موقع کاراگاه ها در خونش رو زدن و رفتن داخل یه دستی بهش زدن گفتن که آلیس گفته که من ویرجینیا ریچارد و ریگان رو کشتم جراد گفت که نه اون کسی که اونها رو کشته آلیس نبوده من بودم که کشتم جرالد به کارگاه ها گفت که بله من از ویرجینیا و ریچارد و ریگان خواستم که آخر هفته رو با هم بگذرونیم. با هم رفتیم خارج از شهر من اونا رو نبردم به مزرعه که خودم داشتم رفتیم یه جای خارج از شهر دور از نظر مردم اونجا از ماشین پیاده شدیم و اون اسلحه‌ای که مال پدر ویرجینیا بود که, که با آره اون آورده بود آورده بود من اولی گلوله گذاشتم داخل شلیک کردم دیدم اسلحه درست کار میکنه پسرها خیلی شوق و ذوق داشتن که باهاش کار کنن ولی همین که حواسشون پرد شد من تفنگ رو گرفتم سمت ویرجینیا یه گلوله تو سر ویرجینیا زدم برگشتم یه گلوله زدم توی سر ریچارد و ریگان که دید من به اینها دارم شلیک میکنم پا به فرار گذاشت اما شانسش نزد پاش پیچ خورد و افتاد توی چاله من رفتم بال سرش و گلوله ها رو شلیک کردم توی سرش میگفت نمیدونستم که یه آدم این همه خون داره برای همین دوباره جنازه ها رو برداشتم ریختمشون توی ماشین اول بردم توی یه معدن طلایی که کار میکردم و غیر قابل استفاده بود میدونستم کسی اونجا نمیره بردم جنازه ها رو اونجا ریختم که کسی ش... کسی نوینو شک نکنه بعدش یه چند ماهی که گذشت جنازه ها رو از اونجا در آوردم جنازه ها رو در آوردم توی بشگاه های بزرگ کردم بشگاه ها رو سوراخ کردم و بردم توی دریاچه غرقشون کردم توی عمیقترین دریاچه که توی اون منطقه هست ظاهرا 180 متر عمق داره برده من... دریاچه. آره برده انداخته اونجا و یه چیزم بهتون بگم با اینکه از سال 2013 2014 2015 گشتن ولی هیچی پیدا نکردن یعنی الان اگه گالون اگه مثلا گالون فلزی دیگه اگه بود باید پیدا میشد آره دیگه یعنی از بین رفته یا حالا یه جایی ماده کسی لب سالی جای افتاده دیگه نه ولی بازم اسکلت توش پیدا میکردن به هر جهت پیدا نکردن و این حرفای جرالد باعث شد که پلیس دیگه دستگیرش کنه و جرالد و آلیس رو بفرستن به دادگاه برای محاکمه جرالد در دادگاه در سال 2013 گفت که من وکیل ق... نمیخوام بگیرم همون وکیل که دادگاه بهم میده اوکیه من وکیل نمیخوام و در دادگاه ازش پرسیدن که خب چرا ویرجینیا و ریچارد و ریگان رو کشتی گفت که ویرجینیا دنبال یه پدر میگشت برای پسرهاش دنبال کسی بود که میخواست نفقه فقط بگیره دم... آویزون یه گفته بودن در آره میگفت یادم آویزون بوده که میخواست از من پول بگیره و حتی بعد از اینکه من هزانت بچه ها رو قبول کردم و شیش هفته بعد درخواست طلاق داد ولی بعدش هم اجازه نمیداد من بچه ها رو حتی ببینم اذیت هم می کرد. اگر پسرها می اومدن منو ببینن یه کارایی میکرد که باز می شد من با آلیس دعوا بیفتم و خب زندگی من با آلیس در اولویت بود و بهش گفتن که خب ویرجینیا رو میکشتی چرا ریچارد و ریگان رو کشتی گفت که من نمیتونستم اونا رو نکشم من حتی اگر قادر بودم مادر ویرجینیا رو هم میکشتم به خاطر کاراش و اینکه بعدها خیلی برام درد سر بوده درست, بوده درست با فشار دارشده. همه رو دیگه مقصر میدونسته آره همه مقصر میدونسته ولی من نمیدونم چرا احساس میکنم که آلیس هم روش تاثیر گذاشته البته که قبول دارم کار ویرجینیا خیلی بد بوده خب 100 درصد تاثیر گذاشته زندگی میکردن ویرجینیا اه... اون پولی که رو زندگی آلیس هم تاثیر میذاشت آلی... و آلیس قبلا یه نفر دیگه هم کشته حالا اینو با در نظر بگیریم و خب قاضی که اونجا بود زیاد محاکمه رو طولانی نکردن حرف زیادی هم برای گفتن نبود و جرارد محکوم شد به سه تا حبس ابد و قرار بود تا آخر عمر در زندان بمونه سال 2014 دادگاه آلیس قرار بود برگزار بشه دادگاه جداگونه برای اینا برگزار کردن چون قتل هم متفاوت بود آلیس روی ویرچر نشسته بود سمعک توی گوشش داشت یه پیرزن نحیف و ضعیف به نظر می اومد آلیس در دادگاه گفت که من ران رو کشتم ولی برای دفاع از خودم بوده ولی تاد اسکات پسر آلیس میگفت نه مادرم به من گفته که من ران رو در خواب کشتم آلیس این موضوع رو قبول نمیکرد و پسر پنجا و سه ساله آلیس همون تاد اسکات به مادرش توی دادگاه گفت من ازت متنفرم تو چرا یه همچین حرفی رو باید بیای به من بگی واقعا به بچه چرا باید بیای همچین حرفی رو بزنی دا که دعی... تو 20 زندگیشون تا زینا رو بهشون گفته بوده و بعد از اون دختر دیگه آلیس اومد از همون شوهر اولش و اون هم گفت که مادرم این حرف رو به من هم زده منم تو دعیه بیست زندگی بودم و به من گفته که من ران رو موقعی که در خواب بوده کشتم ولی خب حالا این شهادت ها بماند دکتر متخصص هم اومد درسته که فقط اسکلت مونده بود از ران ولی اسکلت نشون میده که گلوله از کجا وارد شده و اون کارشناسی که اونجا بود میگفت که ران در خواب کشته شده نه در این که در, را... در حال دعوا بودن با هم دیگه اون آره. در آره چون میگن شد. مستقیم خورد یعنی نشون میده که قشنگ در واقع جای یعنی سا... سو... خوابیده بوده مثلا تکون نمیخورده و مستقیم شلیک کرده بهش برای همین حرفش رو قبول نمیکردن و بعد از یک روز و نیم دادگاه به آلیس هم حبس ابد داد ولی خب اومدن چی کردن اومدن یه توماری نوشتن و گفتن الان اینا مسنن و دیگه برای جامعه خطری ندارن و اینا به خاطر که اونها آدمهای بدی بودن کشتنشون و بعد از اون دیگه هیچ جرمی انجام ندادن پس بیاین اینا رو آزاد کنیم ولی خب کسی حمایت نکرد از طرف دیگه گفتن که اریکا سرطان داره و 6 ماه دیگه زنده است احتیاج داره که پدر و مادرش کنارش باشن ولی باز هم ازشون قبول نکردن و آلیس در سال 2019 در سن 80 سالگی در زندان مرد اما قبل از اینکه آلیس بمیره تقریبا یکی دو ماه قبل از اینکه آلیس بمیره جرالد یک نامه نوشت به کسی که داشت زندگی نامش رو می نوشت در اون نامه به این آقا اد... گفت که اون کسی که کشت ریچارد و ریگان و ویرجینیا رو آلیس بوده نه من خب دیگه الان دیگه وقتی دیده طرف مرده الان نمورده بوده قبل از موردش ببین دو نامه نوشته بوده خب یه نامش قبل از مرگ آلیس بوده یه نامش بعد از مرگ آلیس بوده و گفته که آلیس کشته من نکشتم و من باید از زندان آزاد بشم خب ولی چه چی هست حالا درسته که نمرده بوده ولی بخاطر اینکه سرطان داشته اونه گفته اینکه آخرش قراره بمیره من که میتونم زنده بمونم بیام بیرون همچین چیزی شاید کرده میدونی من فکر میکنم که من احساس میکنم اینجوری شدم مثلا آلیس بهش گفته بیا این حرف رو بزن تو ببروه. چون من مثلا آره زنده نیستم دیگه آخر عمرم دیگه من دارم میمیرم. چون میمیره. آلیس هم بزرگتر از جرالد ولی به هر جهت جرالد اومد درخواستی یه محاکمه کرد ولی خب حرفش رو قبول نکردن و گفتن که هیچ مدرکی وجود نداره مثلا الان که آلیس مرده که ما ثابت کنیم که تو بیگناهی ولی با عقلم خودش جون در نمیاد که آلیس... آلیس, این کار کرده شاد با هم دیگه ولی آلیس تاکید. با هم دیگه یعنی من فکر میکنم که جنازه،, جنازه ها رو با همدیگه دفع کردن بعد جرارد گفته که جنازه ها رو برده آلیس توی کوهستان گذاشته میدونی یه ذرم با عقل جور در میاد به خاطر اینکه جنازه ها پیدا نشد توی دریاچه و مادر چی؟ مادر ویرجینیا هم تو سال 2013 درصد سال 92 سالگی فوت کرد و هیچ وقت نفهمید که چه اتفاقی برای بچه هاش افتاده چون بعد از مرگ مادر ویرجینیا آلیس و جرالد رو دستگیر کردم این پرونده هم تموم شد اگه دوست دارین از ما حمایت کنین سابسکرایب مون کنین لایک کنین و برامون کامنت بذارین تا ویدئوی بعدی خدا نگهدار خدا نگهدار